سال 62 جمله سه ان بعد و یکم یک دنباله به صورت سه ان دوی منهای ان. در این دنباله حاصل تی 7 تی 13 منهای تی 16 کدام است؟ خب ببینید میگه جمله چی؟ سه ان به علاوه یک من شده چی؟ سه تا ان دو منهای ان. حواستون باشه من اگه بخوام تی 7 رو به دست بیارم یه وقت اشتباه نکنید بیاد به جای ان 7 بذارید. دقت بکنید. اگر تی ان داشتم تی 7 رو میخواستم، خب مشخصه اندیس این انه، اندیس اینم 7، من به جای ان میذارم 7. ولی اندیس این 3n به علاوه 1 7 نیستش، من نمیتونم 7 رو بذارم. n من باید چند باشه که این بشه 7؟ به n میدم 2. 3 2 تا 6 تا به علاوه 1 میشه 7، تازه میشه تی 7. یا این عبارت رو مساوی این قرار بده، 3n به علاوه 1 مساوی 7، 3n میشه 7 منهای 1 6، n میشه چند؟ 2. یعنی اگر من به n 2 بدم میتونم تی 7 رو به دست بیارم. پس تی 7 من زمانی رخ میده که n من چی باشه؟ 2 باشه. 2 به توان 2 4، 4 3 تا 12، 12 منهای 2 میشه 10. این شد مرحله اول. حالا تی 13. بچه عزیز من میخوام به n بدم 4، 3 4 تا 12 تا 12 به علاوه 1 میشه 13. پس من n رو چند در نظر میگیرم؟ 4 در نظر میگیرم. 4 به توان 2 16، ضرب در 3 48، منهای 4 میشه 44. بعدی تی 16. تی 16 زمانی هستش که من n رو بگیرم چی؟ 5. 3 5 تا 15 تا به علاوه 1 میشه 16 تا. خب 5 به توان 2 25 ضرب در 3 میشه 75، منهای n یعنی 5 میشه 70. تموم شد. حالا همه جایگذاری میکنیم. تی 7 10 به علاوه تی 13 44، منهای تی 16 70. 10 با 44 میشه 54 تا، 70 تاشو بردارم میشه منفی 16 و جواب میشه گزینه 1.